رسانه‌ها در هر کشور صدای مردم و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان حکومتی است. به همین بهانه نشست در مورد فرصت‌ها و مشکلات رادیوهای ولایتی با حضور مسئولان 85 رسانه و مسئولان امارت اسلامی در کابل برگزار شده است. در این نشست مولوی عبدالواحد مسئول ارتباطات استراتژیک وزارت داخله امارت اسلامی رسانه‌ها را قوای چهارم و صدای ملت خوانده و گفته است که امارت اسلامی نمی‌خواهد که رسانه‌ها همچون سخنگوی دولت باشد، بلکه پیام مردم کشور را به گوش حکومت و جهان برساند. امارت اسلامی تاسو نه دان نغواړي چې تاسو زموږ ویندویان شئ. امارت اسلامی تاسو ته ډاډ درکوي، تاسو د امنیت ډاډ درکوي، خو لیکن تاسو ته دا وایي چې تاسو د دې ملت حقوق خل دنیا ته ورسوئ، نړیوالو ته ورسوئ او د منفی کړنو نه تیر شئ. در همین حال شماری از مسئولان رسانه ها خواستار حمایت حکومت از رسانه ها شده و از محدود شدن منابع مالی رسانه ها نیز نگرانی می کنند. اول ستونزه تخنیکی ستونزه ده چه دی افغانستان زیادتر رادیوگان دی چی دی. دی تخنیکی وسایل زاره او استهلاک شوی دی. دا جدی ستونزه ده او دا اپدیر تا نوی کولو تارتیاله دی. دویم دا چې مالی ستونزه ده. اوس هغه د عوایدو سرچینې چې موږ پخوا لرلې نسبتا کمې شوې دي. د دې مالی ستونزو از سوی هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این نشست نقش رسانه ها را ارزنده خوانده و آزادی بیان در افغانستان را در سطح منطقه بی‌نظیر دانسته است. همچنان جمال ناصر فرهمن مسئول مطبوعات ریاست الوزراء گفته است که امارت اسلامی در زمینه تامین حقوق خبرنگاران و فعالان مدنی متحد است. آزادی بیان که امروزه در کشور ما وجود داره هنوز هم در سطح منطقه بی‌نظیر است. درست است که یک دیگردیسی سیاسی در کشور ما شکل گرفته و نظم سیاسی قبلی فرو پاشیده و یک نظم جدید در حال ظهور است و شکل گرفته و به عنوان یک واقعیت سیاسی عینی وجود دارد. منتها باور من است که آزادی بیان کماکان میتونه نقش مهم را در تحولات سیاسی افغانستان ایفا بکنه. تعهد جدی وجود داره برای زی که از حقوق رسانه ها، از حقوق خبرنگاران، از حقوق فعالین مدنی دفاع صورت بگیره و این تعهد را ما مشترکاً به پیش میبریم. همچنان مولوی منصور عضو ارشد امارت اسلامی از رسانه ها خواسته که آگاهی مثبت بر ملت رایه کنند. این در حال است که از تسلط امارت اسلامی بر کشور چندین رسانه دیداری و شنیداری فعالیت های خود را مسدود کردند.